به نام آقای الخدا با عرض سلام به مجموعه خبری ساعت 6 عصر از شمشاد خوش آمدید. امروز پنجشنبه 21 صفر سال 1402 هجری خورشیدی است. سرخط مهمترین ها. تأکید مقامات بر متحد بودن با روابط با جهان بر اساس سیاست متوازن. ملا برادر میگوید که جهان نما در امورات داخلی کشور مداخله می کند و جلو رشد آن را می گیرد. آزاد شدن عمران خان توسط محکمه پاکستان. پیش از این زلمه خلیلزاد گفته بود که احتمال ترور و یا کشته شدن خان در بازداشت وجود داشت. و دومین روز آشوب در پاکستان. در این شورش ها حدود 10 تن کشته و بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند. خیلی خوش آمدید. من فیصل فیضان هستم. امارات اسلامی متحد به روابط با جهان بر اساس سیاست متوازن است. برخی از مقامات امارات اسلامی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین المللی در کابل روابط با جهان را مهم یاد کردند و اطمینان سپردند که حکومت سرپرست به خاطر جلوگیری از جنگ‌های داخلی سیاست متوازن را برگزیده است. از سوی دیگر معاون اقتصادی ریاست الوزراء جهانیان را بر مداخله در امورات داخلی افغانستان و جلوگیری از پیشرفت کشور متهم می‌کند. در حالی که سازمان ملل به خاطر مهار وضعیت بشری در افغانستان از حضور خود در این کشور به حکومت سرپرست تاکید ورزیده و به دلیل همین وضعیت برخی از کشورها هم نمایندگی هایشان را بازگشایی کردند. معاون سیاسی ریاست الوزراء با اشاره به این حالت مدعی شده که رابطه افغانستان با جهان در حال افزایش است. وی که در نمایشگاه بین المللی در کابل صحبت میکرد گفت که حکومت علاوه بر افزایش رابط با جهان متحد است که به خاطر جلوگیری از جنگ های نیابتی در روابط توازن را اختیار و به گونه بی‌طرف عمل خواهد کرد. تاسو په دې باندې پوهیږئ چې افغانستان یو متوازن سیاست لري. نور افغانستان اسلامی امارت نه غواړي چې د فردی د جګړو مرکز وګرځيږي. افغانستان به نور کوشش کوي داسي یو متوازن سیاست به مخ وړاندې باندې بیایي چې د دنیا سره د وصل نقطه وګرځيږي، مرکزی آسیا او جنوبی آسیا سره وصل کی، افغانستان د ترانزیت لاروي، افغانستان د اقتصاد په لحاظ په پښو باندې ودرېږي. نامبرده اطمینان میدهد که حکومت سرپرست افغانستان با جهان در روشنی اصول شریعت اسلامی طرفدار تعامل است و به گفتهش جهانیان هم میدانند که در عدم موجودیت حکومت سرپرست کنونی بدون تعامل با افغانستان راه دیگر وجود ندارد. دو دنیا سر زمون تعامل مثبت روان ده. دنیا حقایق در کړي هغه په دې پوهیږي چې د افغانستان لپاره بدیل بل نظام نشته دی. نه افغانان بل نظام غواړي، نه افغانان نور جنګونو ته سړه شخه کوي، او دنیا هم په دې پوهیږي چې د افغانستان اصلي ورثان همدغه خل دي. انشاءالله دنیا د وخت په تېرېدو په حقایقو پوهیدلو سره به زموږ سیاسي تعلقات د دنیا سره زیاتیږي. در حالی که معاون سیاسی ریاست الوزراء از افزایش رابط با کشورها سخن میزند، اما معاون اقتصادی جهان و برخی از کشورها را متهم میسازد که در امور داخلی افغانستان مداخله نموده و اجازه پیشرفت را به این کشور نمیدهند. نړیوال وسم مر اقتصاد مخنیوی کړی دی، حتی په سیاسی امور کې مر مخنیوی کی، په نور څه کې هم مثلا دوی خپل کوشش کوي چې افغانستان دې ته پرېنږدي چې پرمختګ وکړي، خو الحمدلله د دې څخه باوجود چې دوی خپل کوششونه کوي د دوی کوششونه ناکام دي. حکومت همیش از آمادگی ها به خاطر تعامل مثبت و سالم با جهان یادآوری نموده، اما جهان به هدف رابط رسمی و به رسمیت شناختن حکومت کنونی یک سلسله شرایط را مطرح نموده است. امارات اسلامی میگوید که با وجود محدودیت ها کشور را به خودکفایی اقتصادی نزدیک نموده است. مقامات بلندپایه امارات اسلامی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین المللی افغانستان در کابل به صنعتکاران و سرمایه‌گذاران اطمینان همکاری دادند. از سوی هم تاجران علاوه بر حل مشکلات بانکی خواهان آزادسازی سرمایه های منجمد شده کشور هستند. با
به منظور حمایت از تولیدات داخلی نمایشگاه پنج روزه در کابل آغاز گردید. معاون اقتصادی ریاست الوزراء در این مراسم گفت افغانستان با وجود محدودیت ها به خودکفایی نزدیک شده و زمینه های خوبی برای سرمایه گذاری در این کشور فراهم گردیده است. پنور سکه هم مثلا دوی اخبر کوشش کهی چه افغانستان دیتا پری نجدی چه پرمختگو که الحمدلله ده دیتا سخه با وجود چه دوی اخبر کوششونه کهی ده دوی کوششونه ناکام دی بیام افغانستان مخت پر وړاندې روان دی په اقتصادي امور په نور امور په امنیتي امور په هر شي کې راواته د هر لحاظه الحمدلله موږ خپل ولس خپل ملت ته اطمینان ورکو چې ورځ تر بلې د افغانستان هر چاره مخ پر وړاندې روانه ده. سرپرست وزارت معادن و پترولیم علاوه بر تلاش در بخش رشد اقتصادی میگوید که همکاری با سرمایه گذاران داخلی نیز افزایش یافته است. شهاب‌الدین دلاور میافزاید که 180 معدن را به شرکت ها و سرمایه گذاران داخلی به قرارداد داده و در آینده نزدیک قراردادهای استخراج معدن دیگر نیز صورت خواهد گرفت. واړه معدن چې له 1 کیلومتر مربع نه کمی دا خالص د افغانانو لپاره امتیاز ده. که هر څوک راشي د بل ملک هر څومره غټه سرمایه کوي هغه موږ ریزرو کړي دي د خپلو تجارانو لپاره. 1 اتیا چې زه راغلی یم 1 اتیا معادن کوچک دا موږ خپلو تجارانو ته ورکړي. نن که لاړ شئ په نورستان کې سرمایه گذاران و صنعتکاران مشترکاً خواهان آزادسازی پولهای منجمد شده ای کشور هستند. مشران دلتا ناستی، کل دیپلماتیک اعضا ناستی، دی موگ حق دی، موگ افغانانیو، پا دی ملک سرمایه گذاری که و دی افغانستان حق حقوقو تا باید در نوای وشی. دی موگ پیسه باید رو خوش کلی، موگ تا باید تعذیرات موگ رو نلگوی، موگ غالو، افغانان غالی، دا یو معزز قوم دی افغانان غالی دی دنیا سره نیک تعامل ولری دی دنیا سره نیک اړیکې ولری. جناب جمله سره محترم زیاتره وخت د تجارت او د صنعت په بیس باندې یو کوچنی مشکلات غواړم چې د دې په اړه کې یو کمیټه جوړ شي په وزارت تجارت کې چې په دغه کمیټه کې د خپل کار پرو کې دغه کمیټې ورسته بیا ولار چې د تاروپی کمیټې ته چې خدای نه خواسته چې نه تجارت ته تاوان ورسیږي نه صنعت ته تاوان رسیږي. زموږ دا پیشنهاد دی چې د افغانستان ټول تجاران د افغانستان ټول خلک د دې حمایت کوي چې څنګه زموږ د وطن تولید ډیر شي او موږ د خپل وطن د تولید څخه استفاده وکړو. تاجران این نمایشگاه را برای بازاریابی به تولیداتشان مفید میخوانند و میگویند که مقامات باید در حل این مشکل آنها گام های مثمری را بردارند. همکاری بیشتر رفع چالش های که در زمینه ایجاد یک فابریکه می باشد که انشاءالله وعده همکاری را باز دوباره تجدید نظر کردند به شمول مقامات بلند رتبه که تشریف داشتند. دا هیواد په کچه د وطنی تولیداتو نندارتون نن رسما د افغانستان په نړیوال نندارتون کې د 5 ورځو په موخه پیل شو. په دغه نندارتون کې شاوخوا 1500 غرفې ایښې چې د هیواد د تولیدي توکو بېلابېلې برخې پکې ایښودل شوې دي. په دغه نندارتون کې د اسلامي امارت د چارواکو په ګډون ګڼو سوداګرو هم اشتراک کړی و. سوداګرو خپلې ستونزې د اسلامي امارت چارواکو سره شریکې کړې او د اسلامي امارت چارواکو هم دوی ته پوره ډاډ ورکړ چې په هره برخه کې به د دوی ستونزو ته رسېدنه کوي. صبرستانکزای شمشاد نړیوال تلویزیون کابل. با آنکه گزارش های تازه از پاکستان می رساند که عمران خان از سوی محکمه این کشور رها شده، اما پیش از این آمریکا گفته بود که ممکن است خان در زندان ترور شود. نماینده پیشین آمریکا در امور افغانستان در کنار این نگرانی گفته بود که در صورت کشته شدن نخست وزیر سابق وضعیت پاکستان وارد وضعیت بسیار خطرناک خواهد شد. با این حال گفته می شود که 7 تن از اعضای دیگر حزب عمران خان به شمول 3 زن در پاکستان بازداشت شدند. با توجه به ادامه اعتراضات در این کشور، قوای پاکستان برای کنترل شهرهای بزرگ مستقر شدند. پس از بازداشت عمران خان در پاکستان، زلمه خلیلزاد نماینده خاص پیشین آمریکا در امور افغانستان گفته که احتمال ترور عمران خان در زندان وجود دارد. عمران خان نخست وزیر سابق تا 7 روز آینده در زندان خواهد بود. زلمه خلیلزاد گفته است که با دستگیری عمران خان بدرفتاری شده و افزوده که با خان همچنان در زندان بدرفتاری می شود. ترس فزاینده وجود دارد که عمران خان ممکن است در توقیف خانه ترور و یا کشته شود. عمران خان این نگرانی خود را با مقامات محکمه در میان گذاشته است.
از سوی دیگر پلیس اسلام آباد میگوید که پس از دستگیری عمران خان، 7 تن از اعضای ارشد حزب تحریک انصاف از جمله محمود قریشی وزیر خارجه پیشین پاکستان را نیز بازداشت کرده است. پلیس دستگیری را قانونی دانسته و هشدار داده که افراد دیگر را نیز دستگیر خواهند کرد. قوای پاکستانی میگویند که وابستگان حزب عمران خان پشت آشوب‌ها و نارامی‌های جاری در این کشور هستند، اما حزب تحریک انصاف در بیانیه این اتهامات را رد کرده است. ما مطمئن هستیم که هدف خود را مسالمت‌آمیز بدون خشونت و در پرتو قانون اساسی محقق خواهیم کرد. حزب تحریک انصاف همواره مخالف انحراف از قانون اساسی بوده است. تنش‌های روان پس از بازداشت عمران خان دلایل زیادی دارد. جدا از این، بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه کنونی پاکستان و رهبر حزب مردم پاکستان یا پی 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 گفته است که تاریخ 9 می زمانی که عمران خان دستگیر شد روز سیاه در تاریخ کشورش است. ما یعنی حزب مردم پاکستان هرگز دستگیری یک سیاستمدار را جشن نگرفتیم، زیرا معتقدیم دستگیری یک رهبر سیاسی شکست سیاسی است. گزارش ها از لاهور حاکی از آن است که معترضان به خانه شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هجوم بردند، اما تنها محافظان وی در خانه حضور داشتند. در نارامی های جاری در پاکستان 8 نفر از جمله غیر نظامیان و نیروهای امنیتی کشته و نزدیک به 300 تن دیگر زخم برداشتند. چین خواهان اقدامات عملی افغانستان در بخش مبارزه با تروریسم است. بجنگ میگوید که امارات اسلامی باید پالیسی داخلی و خارجی خود را میانه رو سازد و به خاطر اعتماد جامعه جهانی در برخی از فیصله های خود تجدید نظر نماید. چین در کنار احترام به تمامیت ارضی افغانستان خواسته که باید فاصله موجود میان جهان و حکومت سرپرست از بین برداشته شود. چین یک بار دیگر از کابل خواسته که مبارزه با تروریسم را سرعت بخشد. در نشست سه جانبه به میزبانی پاکستان هم جانب چین خواهان مبارزه مشترک علیه گروه تحریک اسلامی ترکستان شرقی گردیده بود، اما تازه وزارت امور خارجه چین خواهان اقدامات عملی در بخش مبارزه علیه تروریسم در افغانستان گردیده است. در کنار سایر مسائل، جهان از حکومت سرپرست افغانستان برخی از نگرانی‌ها و توقعات دارد. امیدواریم که جانب افغان در آینده با ایجاد یک پالیسی میانرو داخلی و خارجی و در بخش حقوق زنان و کودکان و نگهداری آن پیشرفت نماید. انتظار ما این است که افغانستان در بخش مبارزه با تروریسم گام‌های مستحکم بردارد و در بخش اقدامات و نتایج عملی تلاش‌های خود را سرعت ببخشد. ما آرزو داریم که حکومت سرپرست به سمت درست قدم بردارد تا باور جامعه جهانی را از خود سازد. چین میگوید از جانب افغان اطمینان حاصل نموده که خاک این کشور به ضد هیچ کس استفاده نخواهد شد، اما هنوز هم نگرانی ها در این مورد وجود دارد. بیجنگ تعامل و روابط حکومت سرپرست را با جهان مهم خوانده، اضافه میکند باید به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان احترام صورت گیرد. با عنوان دوست قدیمی افغانستان، چین بر این باور است که این کشور باید از جامعه جهانی جدا نباشد. منافع و خوشی‌های افغان‌ها باید از آنان گرفته نشود و با حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان احترام شود. اکنون پرسش اینجاست که چرا چین با گذشت هر روز از افزایش تروریسم در افغانستان نگرانی دارد و تا چه اندازه این نگرانی‌ها بجا و معقول است. کارشناسان میگویند که چین در کنار امنیت داخلی در تلاش امنیت برای سرمایه‌گذاری و پروژه‌های بزرگ در افغانستان است. تر سو په افغانستان کې د امن او د امنیت د تامینولو سره دوی وشي کولای چې نه وشي کولای چې خپل اقتصادي پرمختګونه او پلانونه عملی او په زیرمو باندې سرمایه‌گذاری ته لار هموار کړي. د دغه هدف د رسیدو لپاره دوی غواړي چې طالبان د ترجمن کې چې د توریزم د کړیو د زپولو او لمنځه وړلو کې جدي اقدامات وکړي. با توجه به قدرت اقتصادی چین، روابط با بیجنگ مهم خوانده می شود، اما خواستها این است که مقامات کنونی همسایه و کشورهای منطقه را قانع سازد که افغانستان پناهگاه توریزم نه، بلکه همیشه قربانی این مسئله است. د چین هواد باید پوسی چې د توریزم مرکز په افغانستان کې نه، بلکې ریشې په نورو هیوادو کې دي. دوی باید هلته خپل هغه نیوکې او هغه څېړنې باید ترسره کړي تر څو د توریزم مخه په سیمه کې ونیول شي. در این اعلامیه وزارت امور خارجه چین
نشست سه‌جانبه را که چند روز قبل در پاکستان برگزار گردید موفقانه خوانده و رول آن را در بخش همکاری عملی، همسایگی خوب و دوستی حیاتی عنوان نموده است. با گذشت بیش از 600 روز هنوز هم دختران افغان اجازه رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم را ندارند. تصمیم تعلیق تعلیم دختران توسط امارت اسلامی متعلمین اوناس را نگران کرده و آنها میگویند که اگر بیش از این برایشان اجازه ورود به مکاتب داده نشود به منظور فراگیری علم راه مهاجرت به کشورهای بیرون را انتخاب خواهند کرد. از سوی هم آگاهان امور و مدافعین حقوق زنان نیز که نگران این موضوعند میگویند که در صورت ملغا نشدن فرمان مذکور تعامل کشور را با جامعه جهانی هم دشوار خواهد کرد. تصمیمات امارت اسلامی در رابطه با دختران و زنان افغان پس از روی کار آمدن مجدد آن در افغانستان با موجی از انتقادها روبرو شده است. علاوه بر نگرانی ها درباره تعلیق تعلیم دختران بالاتر از صنف ششم مکاتب، تصامیم اخیر در مورد کار و تحصیلات عالی زنان و دختران هم گرافی این نگرانی ها را بالا برده است. دختران افغان میگویند که نگران آیندهشان هستند و ادامه این وضعیت آنها را بیشتر ناامید کردند. و واقعا ای که ممنوعیت دختران و زنان از درس تحصیلشان چی دلیل داره و ای که ای بی‌سرنوشتی تا کجا خواهد رسید واقعا همه دختران را نگران ساخته و همه ما نگران آینده من هستیم که آینده چی می شود و ای بی‌سرنوشتی واقعا ته و آخرش به کجا می رسه. ای واقعا همه دختران افغان نگران ساخته. برخی از محصلین هم از مسدود بودن درب و پانتون‌ها برایشان خسته شدند. از حکومت سرپرست می‌خواهند تا برای آنان اجازه رفتن به پانتون‌ها را بدهد. با هر روزی که از عمر ما سپری میشه نگران تر میشیم. نگران آینده خود میشیم. نگران اهداف بلند خود میشیم. نگران او اهدافی میشیم که وابسته است به درس، تحصیل، دانشگاه و مکتب. این ناامید کننده است و واقعیت همه دخترای افغان خیلی خسته شدیم. خواست ما من حیث محصل دختر افغان از امارت اسلامی است که لطفاً دروازه مکاتب و دانشگاه ها را برای ما باز کنین و بر ما هم اجازه بدین که با درس تحصیل خود ادامه داده و به اهداف بلند خود برسیم. سوی هم فعالین سیاسی و حقوق زنان به ابراز نگرانی از وضعیت تعلیمی دختران میگویند که تعلیم برای کشور یک نیاز است و باید به دختران اجازه ادامه تعلیم داده شود. آنها میافزایند که موقف گیری فعلی امارت اسلامی در سکتور تعلیمی به طور خاص زنان و دختران سبب منزوی شدن افغانستان و افزایش فاصله میان جهان و افغانستان خواهد شد. بستن مراکز تعلیمی و تحصیلی برخ دوشیزه های افغانستان، حذف زنان افغانستان از امور سیاسی اجتماعی و فرهنگی جامعه، او جامعه جامعه پویا و پرتحرک نمی باشه. لبنان ترغیز طالبان پر خپل اداراتو که په خپل نظام کې اصلاحات رانولي، تغییرات رانولي او دغه مسایل په پام کې ونیسي، مطابق د نړیوالو اصولو، مطابق د فرهنګ د افغانستان، مطابق د شرایط دې ته میکانیزم جوړ نه کړي، نو تر هغه پورې نړیوال نه شي کولای چې د طالبانو سره اسلامي امارت سره تعامل وکړي. فراتر از افغانها جهان نیز خواهان لغو این ممنوعیت است. به تازگی انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم گفته است که تمام کشورهای اسلامی این اقدام امارت اسلامی را نکوهش نموده و آن را مغایر تمام اصول بشری و انسانی دانستند. زمانی که طالبان محدودیت‌های کاری و تعلیمی را بالای زنان وضع کردند، تمام کشورهای اسلامی جهان این اقدام را نکوهش نمودند و گفتند که چون این اقدام در مغایرت با تمام اصول اسلامی و بشری است. علمای دین اسلام نیز این تصمیم را تصدیق کردند. اما امارت اسلامی در مورد این خواسته ها و نگرانی ها تا اکنون پاسخ قبول ارائه نکرده است که چه زمان و چگونه دختران افغان به مکاتب و پوانتون ها خواهند رفت. قبل از این گفتند که این موضوع مربوط به داخل کشور است و بالای فراهم نمودن یک محیط منظم و مسئول کار می نمایند. بهیره ناصری، شمشاد نیوز، کابل.
روند نصب کمره های امنیتی در شهر خوست آغاز گردید. مسئولین امنیتی خوست میگویند که روند نصب کمره های امنیتی را در تمام نقاط شهر به منظور کنترل وضعیت امنیتی و جلوگیری از حوادث آغاز کردند. مقامات می افزایند که این امر را در هماهنگی با تمام ادارات آغاز کردند و هزینه آن از سوی وزارت امور داخله پرداخت می شود. روند نصب کمره های امنیتی به منظور کنترل وضعیت امنیتی و جلوگیری از حوادث در نقاط مختلف شهر خوست توسط قماندانی امنیه این ولایت آغاز گردیده است. سخنگوی قماندانی امنیه خوست می گوید که روند نصب کمره های امنیتی را به هدف امنیت مردم خوست در نقاط مختلف شهر این ولایت آغاز کردند تا آنها بتوانند امورات روزانه را با اطمینان انجام دهند. در چه د خوست په مرکز کې امنیتي کمرې نصب شوې دي. د خوست مشته ورسنو د امنیت ته ټینګښت مخصص شوې دي ترڅو د جنایي جرمونو مخنیوی وشي. امنیتي کمرې د په نړۍ کې د نورو هیوادونو تجربې ثبته کړې چې په د جنایي جرمونو په مخنیوي کې ځانګړی رول لوبوي. این کمره های امنیتی که بیشتر بخش های شهر را زیر نظر دارند از سوی مدیریت مخابره قماندانی امنیه خوست نصب گردیدند. مسئولین محلی می گویند که با این امر حوادث امنیتی شناسایی و تلاش خواهد شد تا گراف آن کاهش داده شود. او دغه پروسه چې کومه د لله الحمد په نږدې وخت کې به انشاءالله خدای عزیز خوست مشته ولسونه د دې شاهد اوسیږي چې دا به موږ د خوست په ګوړو دروازو ته نصب کوو او ټول هر ته به انشاءالله العزیز از سوی هم باشندگان خوست برای نصب کمره های امنیتی در این شهر خرسندی ابراز می کنند و می گویند که با این امر از امنیت اطمینان حاصل خواهند کرد. آنها خواهان انجام همچو اقدامات دیگر نیز برای امنیت مردم از مسئولین هستند. دغه کمرې به یوازې انشاءالله الرحمن د ولس نه د نظام لپاره به هم اسانتیاوې رامنځته کوي. که چېرته دوی په کوم ځای کې مشتون نه ولري او بل کچته دې څخه لږ نور ملاتړ کارونه هم سره وشي انشاءالله الرحمن باورې یم چې ولس نه به ولس او نه به دولت دواړه به هېڅ د نسته کومه ستونزیا یا څه نه وګري. هر څه به له نږدې څخه سره یو دا ډېر لوی نوښت و چې په خوست کې ترسره شول. واقعیت دی چې دا کمرې چې په ښار کې نصب شوي دي د دې کمرو په واسطه د ښار څلور دروازې څارل کېږي. یعنې غل نشي راتلی نشي کولی چې دا مقصد یا موټر غلا کړي یا کوم چاته کوم تکلیف ورسوي یا داشان نور نوړه مال تر سره کړی. نو په دې حق لازم دا شلو کلو کې دا غنو شوی دا ډول نوک نو شوی. اوس موږ ډیر خوښ یو چې کومې کمرې نصب شوې دي. دولت دغه کار د ستاینې کار دی. باید په هغو ځایونو کې هم چې مناسب ځای وي دوی خپلې کمرې نصب کړي او ټول ولس ورنه خوشحاله دی. این اقدام به خاطر جلوگیری حوادث امنیتی و جنایی در خوست در حال انجام شده که مردم به دلیل افزایش رویدادهای جنایی در شهر و برخی از نقاط دیگر نگران هستند. پایان خبرها. با سپاس از توجهتان. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.